یکی از آن غروب های پاییز بود که دیدمش. قرارهای ما همیشه در کنج پاییزی لحظات بودند، حتی در اوج سوز زمستان یا اعتدال دلنشین بهار یا گرمای خفه کننده تابستان. مهم نبود چه فصلی یا چه هوایی باشد، قرار ما همیشه در کنج پاییزی و خیس لحظات بود. بگذریم. چه می گفتم؟ خلاصه یکی از همان روزها بود که برای اولین بار دیدمش. از آن پسرها بود، از همانها که کلاه کج مدل معماری می گذارند. ولی انگار فقط کلاهش به اصطلاح هنری بود، چون بقیه تیپش شیک و مرتب و اتو کشیده بود. انگار از همان اول میخواست به من بگوید که هیچ چیزش با چیزهای دیگرش هم خوانی ندارد. سلام کرد. صدایش با پشت تلفن خیلی تفاوت داشت. انگار میخواست از همان اول بدانم که همیشه چیزی خلاف تصور من از آب در میآید. خلاصه نشستیم و بعد از سفارش قهوه ترک او و اسپرسو دبل شات من، کلاهش را برداشت. موهایش خیلی خیلی مرتب بود، کوتاه کوتاه و مرتب مرتب. راستش خیلی خوشم نیامد. از صحبت‌هایی که کرده بودیم می‌دانستم ذهن آشفته‌ای دارد. آخر از نظر من همیشه حالت مو باید سنخیتی با نظم و ترتیب افکار داشته باشد، اینطور بی ربط که نمی‌شود. آه چه می‌گویم؟ بگذاریم. خلاصه شروع به صحبت کرد. از خودش گفت و از اینکه چقدر همیشه برای آزادی و خواسته‌هایش تلاش می‌کند. پرسیدم که آزادی را چه معنی می کند؟ گفت که از پدرش یاد گرفته که بدون بند زندگی کند. گفت آزادی یعنی اندیشه‌ای که به هیچ جا و هیچ کس و هیچ چیز وصل نباشد. اندیشه‌ای که سفر کند، که اگر سفر کند نمی ترسد، که اگر وصل نباشد هر کار دلش بخواهد می کند، که اگر دل نبندد دل هم نمی شکند. خندیدم. حتی نپرسید چرا میخندم، ولی من توضیح دادم. یعنی الان که مرا دیدی، هزار بار دیگر هم ببینی، باز به مدل خودت آزاد میمانی؟ نگاه پرغروری به من کرد و گفت معلوم است اندیشه من بعد از هر بار که از پیشت بروم آزاد میشود. نمیگویم افکارش برایم عجیب نبودند، ولی دوستشان داشتم. دوست داشتم بدانم که به هیچ چیز و هیچ کس و هیچ جا بس نبودن چطور میشود. آخر من به دو خط نوشتن هم جانم بسته بود، چه برسد به افراد و مکانها. مثلا من حتی همه سلولهایم بسته همون کافه‌ای بودند که با او آنجا نشسته بودیم. چطور میشد اینطور نباشد؟ تصمیم گرفتم بیشتر ببینمش تا بیشتر یاد بگیرم. قسم خوردم در مورد او آزاد باشم و آزادش بگذارم. خلاصه که این رفت آمدها و دیدارهای آزاد ما زیاد شد. فقط این وسط حوادث خیس و خاکستری و هوای گرفته و مه غلیظ بود که ما را اصلاً آزاد نمی گذاشت. کم کم این پاییزی محزون با هم بودنمان او را هم در بند کرده بود انگار. خلاصه که از همان روزها بود که آمد، نشستیم در همان کافه همیشگی و این بار او هم اسپرسو دبل شات مرا سفارش داد.
نگاهش به جای غرور رنگ ترس گرفته بود، ولی با همان ترس هم عجیب شیرین شده بود خاکستری نگاهش. بیشتر شبیه پسر بچه های تخسی شده بود که در اثر اتفاق یا شیطنتی یک دفعه مظلوم می شوند. بی اختیار لپش را کشیدم. لبخند کج و کلهی تحویلم داد که تعجب کردم. گفت آمده که برود. این بار من نپرسیدم چرا، ولی خودش توضیح داد. ببین دختر، نه اینکه فکر کنی من وصل چیزی یا کسی شدم، نه اینکه فکر کنی حال و هوای بودنت مرا گرفتار کرده باشد. موضوع اینجاست که نگذاشتم ادامه دهد. خواستم که آخرین قهوه را در سکوت بنوشیم. او هم حرفی نزد. به کلاهش خیره شدم که طبق معمول از سرش برداشته بود و در دستش میچرخاند. چشمم به موهایش افتاد. به هم ریخته بودند. تحریشش خیالم را راحت می کرد. حس می کردم حالا دیگر مدل ریش و مویش با همه چیزش سنخیت دارد. اصلا خودش با افکارش حسابی سنخیت پیدا کرده بود. انگار تنها با من بود دیگر که هیچ سنخیتی نداشت. خلاصه قهوهش که تمام شد از جایش بلند شد. چقدر کفشهایش خاکی بودند. خلاصه بلند شد، پولی روی میز گذاشت و بدون هیچ حرفی رفت. کلاهش را جا گذاشته بود، اما برش داشتم. به خطوط درهم و رنگهای درهم ترش خیره شدم. انگار دیگر از دست این کلاه هم رها شده بود. یادم رفته بود این همه مدت به رویش بیاورم که چطور دلبسته است به این کلاه. یا شاید هم من اشتباه می کردم، وگرنه اینطور نمی گذاشتش روی میز برود. راستی الان یعنی آزاد بود، یعنی به قولش عمل کرده بود، یعنی هرچه پدرش گفته بود را خوب یاد گرفته بود. من چطور؟ من آزاد بودم؟ اصلا مگر تعریف من از آزادی با او یکی بود؟ اصلا مگر آزاد بودن و نبودن من به بود و نبود او و یا به بود و نبود هر چیز و کس دیگری ارتباط داشت؟ اصلا مگر رب دادن آزادی و دربند کس یا چیزی بودن خودش خلاف تعریف او از آزادی نبود؟ مگر او نبود که طرز فکرش را وصل این بود و نبودهای مسخره کرده بود؟ همین سؤال آخر بود و یا کلاه جاماندش که مرا به خود آورد. انگار موبایلم را برداشتم. 2% بیشتر باتری نداشت. شروع به تایپ کردم. میدانی اگر بخواهی آزاد باشی باید در وصل تجربهش کنی. باید بدانی که اگر آزاد باشی نه من، نه این کافه، نه کنج پاییزی لحظات موهایت را به هم نمی ریزند و کلاهت را از تو نمی گیرند. باید یاد بگیری که همراه باشی و کفشهایت خاکی نشوند. دستم روی سند رفت که موبایل لعنتی خاموش شد. بیرون را نگاه کردم. برف عجیبی می آمد و عجیب هم سرد شده بود. قهوه‌ام را برداشتم. یخ یخ بود. فکر کردم که آن اسمس را هیچ وقت برایش نمی فرستم. او باید خودش آزادی را پیدا می کرد. همانطور که من قرار بود از آن به بعد هر روز در آن کافه و بین آن همه برف و آفتاب و سبزه و شکوفه به دنبال گوشه ای از پاییز تلخ و شیرین دو نفره‌ای بگردم که روزی یک مرد کلاهدار چشم خاکستری آن را برای همیشه از من گرفت.